خب گردنبودی در جان امکانه گفت که توانستی گل معنا شکافت. گفتگو با دکتر اسمانی نوریالله، پیام عزیز، خاطراتش اینکه لطف میکنه ما را هم سهیم میکنه در خاطره، تجربه، یادها، یادگارها، صمیمانه سپاسگزارم. فکر میکنم خیلی کمک بکنه به نسل جوان که درک درستری داشته باشه از فضای فرهنگی مملکت و میهن ما. دکتر درود بر شما مجدد. من هم سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان. اگه به خاطرتون باشه بار گذشته رسیدیم به 2 قرن سکوت بعد از آمدن عرب. جالبه همین چند روزی چون داشتم با دکتر جلال متینی صحبت میکردم، به من گفت که احتمالا زرین کوب، آقای زرین کوب، شادمان زرین کوب در این محاسبه دچار اشتباه شده، برای اینکه امکان نداره ملتی 2 قرن سکوت کنه و بتونه بمونه. نه، ایرانی‌ها از همون روز نخستی که عرب بر اونها سلطه پیدا کردن شروع کردن به تقلا کردن. حالا ممکنه آثار اسنادش برای ما باقی نمونده باشه به خاطر اینکه خب اونها سلطه عجیبی روی ایران پیدا کرده بودن، ولی ایشون معتقده که نه، در این اگر 2 قرن یعنی 200 سال ادامه پیدا کرده بود، قطعا ما مثل خیلی از ملت‌های دیگه که بودند و منقرض شدن ما منقرض می‌شدیم. من کاملا با نظر ایشون موافق هستم. ببینید یکی از کارهایی که من این روزا میکنم برای گذران زندگی این است که اگر کسی بخواد کتابش رو ترجمه بکنه یا اینکه اگر به فارسی نوشته باشه بخواد ویراستاری بکنه، منظمش بکنه، من این کارها رو انجام میدم. یک نویسنده ای ما در نیویورک داریم که چون به من اجازه نداده اسمش رو بگم، اسمش رو نمیگم. بله بله. ایشون 4-5 تا کتاب نوشته که اینها رو برای ویراستاری برای من فرستاده و من مشغول کار روی اونها هستم. مثلا یکیش راجع به فردوسیه، اما یک کتاب داره در رد نظر دکتر زرین کوب به نام 4 قرن خروش به جای 2 قرن سکوت. و در این 4 قرن نشون میده که لحظه ای نبوده است که ایرانیان از تقابل و عرض کنم که جنگیدن با عرب باز ایستاده باشن. شکست خوردن، خونها جاری شده، نمیدونم در خراسان آسیاب رو با خون مردم عرض کنم که چرخاندند، 2 بار شیراز شما رو قتل عام کردند، اما این ملت هیچگاه ساکت نموند و نتیجه کار این بود که وقتی که سامانیان به قدرت رسیدن و در دربارشون مسئله هویت ایرانی و پرداختن به زبان عرض کنم که فارسی مطرح شد و از دل اون شاعرایی مثل عرض کنم که رودکی بیرون آمدند، یه نکته ای هم که شاید ایرانیان کمتر بدونند این است که ما میدونیم وقتی که عرب حمله کردند به ایران 2 کار میکردن دیگه، میگفتن که یا باید مسلمان بشید یا باید جزیه بپردازید. اینها وقتی که رسیدن به خراسان عرض کنم که مثلا شهر بزرگ نیشابور تسلیم شد و مسلمان شد و یکی از مراکز اسلامی اون روزگار محسوب میشد، اما شهر توس که به وسیله کوههای بینالود جدا میشدش از نیشابور، اینها که در واقع یکی از مراکز ساسانی نشین اون موقع بود، تصمیم گرفتن که تسلیم نشن ولی جزیه بپردازن. بنابراین اینها زرتشتی موندن و در اونجا بودش که عرض کنم که بزرگان ایرانی جمع شدن و به فکر این افتادن که میراث ما قبل اسلام رو جمع آوری بکنن و یکی از کاراشون این بود که تمام متونی رو که باقی مونده بود از دوران ساسانیان گردآوری کنن و از دل اون یک تاریخ ایرانی رو بازسازی بکنن که میدونیم که ابتدا به نصر نوشتن و بعد عرض کنم که بیهقی شروع کردش، به بیهقی بود، نمیدونم الان اسم از ذهنم گریخت، شروع کرد 1000 بیت اول فردوسی رو گفت و بعدم فردوسی رو پیدا کردن و او این کار عظیم رو انجام داد. و در واقع پس از اینکه سلطان محمود غزنوی چون اونها خیلی امید به سلطان محمود داشتن، به خاطر اینکه مادرش کابلی بود و معتقد بودند که او میتواند زنده بکنه پادشاهی ایران رو. به همین دلیل هم بهش پیشنهاد کردند که وقتی که میخواد تاجگذاری بکنه در اول فروردین و به سبک شاهان پیش از اسلام تاجگذاری بکنه، یعنی او اولین پادشاه ایرانی محسوب میشد. اما حالا در میانه راه طوری اغواش کردند یا خودش جاه طلبی بهش اجازه نداد و تصمیم گرفتش که تبدیل بشه به سلطان محمود قاضی و از خلیفه بغداد فرمان بگیره و حمله بکنه به هندوستان برای اینکه اون سرزمین رو مسلمان بکنه. منظور من اینه که در واقع از سلطان محمود به بعد هستش که یک مقدار کوشش های ایرانیان فروکش میکنه، به خصوص که باز یه نکته که شاید گفتنش بد نباشه اینه که ما ابو مسلم خراسانی رو یکی از قهرمانان خودمون میدونیم، در حالی که ابو مسلم اصلا خراسانی نبود، عربی بود که در اصفهان به دنیا آمده بود و بعد به وسیله خاندان عباسی به عنوان داعی با عین یعنی دعوت کننده فرستاده شده بود به خراسان برای اینکه لشکری علیه امویان عرض کنم که دست و پا کنه و بیاد و سلسله اموی رو بر بیندازه. و این ابو مسلم وقتی از خراسان راه افتاد تا به دمشق برسه، تقریبا تمام جنبش های استقلال طلبانه ایرانی رو سرکوب کرد، به طوری که می شود گفتش که دربار ساسانیان ببخشید دربار عباسی ها که تشکیل شد، اگرچه همه عناصر سیاسی و روشنفکری ایرانی درش شرکت داشتند و دربار عباسی دربار ایرانی محسوب می شد، اما دیگه از نهضت های ضد عرب ایرانی دیگه از قرن چهارم هجری به بعد خبری نبود. حال اون که 4 قرن اول قرنهای خروش و جنگ و دقیقاً اون شاعرم که فکر میکنم دقیقی منظورتون بود. بله دقیق. حضور که مضاف بر این که واقعا عشر فرزندان و نوادگان یزدگیرت هم این وسط پایمال شده. اونها خیلی تلاش کردن که ایران رو پس بگیرن. پیروز وقتی که به دربار چین رفت، سن و سالی نداشت، بچه خردسال، ولی خب در سلسله مراتب نظامی چین، امپراتوری چین به مقام ژنرالی رسید و خودش خواهان این شد که بره پشت مرزهای ایران و آمد. چندین نوبت حمله کرد به سپاهیان عرب این گوشه و اون گوشه ایران، ولی موفق نشد متاسفانه، چون بله حمایت پشتیبانی نشد. ولی در تمام عمر تلاش کرد که اعراب رو از ایران پس بزنه و متاسفانه این بخش از تاریخ مسکوت مونده. کاملا اینطوره. به خصوص مثلا باز دو تا نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، یکیش اینه که اینهایی که در شهر توس بودند و بازماندگان ساسانیان محسوب می‌شدند، اینها کوشش فراوان فرهنگی کردند برای حفظ هویت ایرانی. در اونجا این مقبره امام رضا که الان در مشهد هست، این در اصل عرض کنم که قصر ساسانی بوده به نام قصر یزد هم نام داشته و امیران و عرض کنم که ساتراپای ساسانی در اونجا خراسان بزرگ رو میگردوندن. و بعدن که البته هارون رشید میره به خراسان و در اونجا میمیره، او رو میارن که دفنش میکنن و در این حال امام رضا هم در اونجا عرض کنم که شهید شده بود به اصطلاح شیعیان. اینها رو میارن در امام رضا رو اول در باغ کاخ گست هم دفن کرده بودن، بعد اینها رو میارن و در اون داخل ساختمون تشکیل دادن. یعنی الان هم از نظر باستانشناسی منهای دیوارها و گنبد بقیه ساختمان و به خصوص سردابه ها و زیرزمین های عرض کنم که مشهد، اینها همون کاخ گست هم ساسانی هست. در این حال فرزندان یعنی شاهزادگان ساسانی در پشت کوههای البرز هم مدتها طول کشید، شاید تا نزدیک های صفویه تسلیم نشده بودن و اونجا در اونجا یه سلسله پادشاهی ما داشتیم به نام دوستپانیان که مرکزشون در همین نور مازندران بود که بنده هم مثلا از اونجا میام و هنوز هم در زبان مازندرونی ملک و کیا که میگن یعنی شاهزادگان، یعنی ملک محمدی که میگن یا کیا رستمی که میگن، اینها یعنی شاهزادگان ساسانی هستند که حالا دیگه در سرزمین اسلامی مازندران زندگی میکنن. عجب. پس آقای کیارستمی از همون منصوب بود. بله ایشون هم شاهزاده است. شاهزاده. هارون رشید هم فکر می‌کنم فرزند هارون رشید فرمودی در خراسان. نه دیگه هارون رشید در خراسان مرد که پسرش محمود دانشجوست. و مادر اونم امینم زبیده. الان اینایی که میرن زیارت امام رضا میگویند که هارون رو بالا سر امام رضا دفنش کردن، اونجا دیوارای کمی تنگتر از سه ضلع دیگه است. و همین دلیل اونایی که زیارت میرن یه لعنت بر هارون میگن و از اونجا رد میشن، فکر میکنن به لحاظ نحوست هارونه که اونجا تنگه. دقیقا. دکتر نوریالله، بنابراین به نظر میاد که از کارهایی که حالا نسل بعد باید بکنه قاعدتا از حالا میشه شروع کرد. این بازنویسی تاریخ، این تاریخ امروز در اختیار ماست، به ما خیلی دروغ گفته، خیلی خیلی زیاد. با توجه به اینکه یه چیزی حدود 1000 سال هم بیگانگان بر ما حکومت کردند. البته برخی از این بیگانگان رو از خودی ها خیلی بهتر بودن، دست کم بسیاری از قبایل ترک بودن که در ایران به قدرت داشتن، از سلجوقیان بگیرید به بعد خود غزنوی ها دست کم در ترویج زبان فارسی، شعر فارسی، فرهنگ ایران خیلی کوشا بودند و خیلی تلاش کردند. ولی با همه تفاصیل به نظرم در تاریخ ایران دروغ‌های بسیار گفته شده که دست کم نسل ما رو برای مدت طولانی منحرف کرد و جا داره که ما دوباره بنشینیم صفحات سفید رو بنویسیم و اون صفحاتی رو که دیگران سیاه کردن به دروغ اونا رو پاک بکنیم و از نو تاریخ رو بنگاریم. من کاملا درست میفرمایید. به نظر من به خصوص آخوندهای شیعی در طول تاریخ ایران، در تحریف تاریخ ایران خیلی کار کردن و خیلی تغییرات دادن. حالا که صحبت مشهد و فردوسی ها اینها هست، این رو خدمتون عرض بکنم که مثلا ما میدونیم که طوس جزیه داد و مسلمان نشد. این یک. دو اینکه اصلا ما نمیدونیم که این شاعر بزرگ ایرانی اسمش چی بوده. ابوالقاسم کاملا یه اسم جعلیه. حتی کلمه حکیم، چون میدونیم که مسلمانان وقتی که با فلسفه یونانی مواجه شدن و اون رو اقتباس کردند برای تفکر خودشون، از اونجا که فلسفه یونانی فلسفه مادی بود اما اینها فلسفه الهی میخواستن داشته باشن، برای تفکیک این دو نوع تفکر آمدن کلمه حکمت رو اختراع کردن و به فلاسفه خودشون گفتن حکیم، یعنی کسی که اندیشه منطقی داره اما مبانی اندیشهش عرض کنم که الهیه. در نتیجه فردوسی هم شد حکیم، ابوالقاسم فردوسی، همونطور که میگن حکیم عمر خیام، در حالی که عمر خیام بارزترین متفکر مادیگرای ما بوده، اصلا اعتقادی به ماوراء الطبیعه و اینا نداشته، ولی به اونم میگن حکیم. عرض کنم که همین دوستی که گفتم در نیویورک هست و کتاب‌هایی نوشته که یکیش راجع به فردوسی، تحقیق مفصلی در مورد زندگی فردوسی کرده و نشون میده که فردوسی اولا اصلا مسلمان نبوده و اسمش هم این نبوده. حتی میدانیم که وقتی فردوسی عرض کنم که از دنیا رفت، آخوندا اجازه ندادند که او رو در قبرستان مسلمانان دفن بکنن و او رو در حیات در باغ خانه خودش دفن کردن و بعدا البته یکی از این یک کسی به نام چیچه گرگانی هستش از این مشایخ خود نمیدونم آخوندها، اون آمد گفتش که من دیشب خواب دیدم فردوسی رو که در اون عالم دیدم که در بهشته و پرسیدم چی شده، گفت برای اینکه همون چند خطی که راجع به علی ابن ابی طالب و فرزندانش گفتم منو نجات داد. به این ترتیب یه جوری فردوسی رو مسلمان کردن. شما این رو در مورد همه، در مورد مثلا حتی حافظ شیرازی هم میبینید که وقتی میرید در زندگی حافظ تدقیق میکنید میبینید با آنچه که دیگران راجبش نوشتن، به خصوص شیعیان در موردش نوشتن، کاملا متفاوت هستیم ماجرا. در اینکه حافظ و سعدی و مولوی هر سه اهل سنت بودن شکی نیست. در مورد فردوسی هم آقای دامغانی یه رساله‌ای دارن در مورد مذهب فردوسی، در اونجا اثبات کردن که فردوسی شیعه بوده واقعا. بله میدونم، من خبر دارم، ولی میخوام بگم اگر کتاب این دوست ما در بیاد خواهید دید که تمام این احتجاجات رد کردن، ایشون رد کردن، ایشون 100% رد کرده. من فکر میکنم که آقای خالقی مطلق هم نه به صراحت اما به تلویح همین نظر رو تایید میکنه. یکی از مطالبی که خود دکتر خالقی مطلق بهش اشاره میکنه همین مسئله 12,000 بیت الحاقی به شاهنامه. خیلی 12,000 شعر قلابی به شاهنامه اضافه شد و خیلی سخت، و حالا واقعا مخصوصا برای گذشتگان که دشوار بوده تشخیص بدن کدام اصالت داره کدام نداره. در نتیجه برای مدت طولانی اهل تحقیق، اونایی که غرق در ادبیات بودن، خب باور میکردن که این حرفا مال خود فردوسی است و متعلق به کتاب نیست، که بعدا این نسخه برداری میکردند و نظر و رأی حتی مذهبی خودشون دخیل میکردن توی شاهنامه. نیست اینطوری. به نظر من مخالفت آقای خامنه ای هم با علوم انسانی در همینه که میدونه که علوم انسانی هستن که میتونن نقد بزنن به گذشته و با دید جامعه شناسی صحت و سقم مطالب رو از هم تفکیک بکنن و بتوانند تاریخ واقعی رو ارائه بدن. یعنی رشته تاریخ در آینده ایران سکولار به نظر من مهمترین رشته‌ای خواهد بود که به هویت ایرانی مربوط میشه. کاملا ما شما موافقم، کاملا. فکر نمی کنم در تاریخ هیچ ملتی این همه دروغ انباش شده باشه در کتبش، و متاسفانه تا بالاخره تا دوره انقلاب ما باور میکردیم که همین حوادثی که در تاریخ بازگو شده اتفاق افتاده، رخ داده، یا این پادشاهانی که از اونها به عنوان پادشاهان ایرانی یاد میشه اینا واقعا ایرانی بودن، حالا که نبودن. خب تشکر میکنم از دکتر نوریالله، گفتگو با ایشون رو دنبال میکنید. دکتر نوریالله قرار بود شعرم بخورید، حالا بماند برای جلسه بعد. سپاسگزارم، ممنون، تا دیدار دیگر، خداحافظ شما. برمیگردم. شنیدید کار مشترک اندریا بوچلی و سارا خانم، بشی انگلیسی کتاب فوق العاده، کار درخشان از دو هنرمند بزرگ بین المللی. همین ارجمندم برنامه رو پی میگیریم. حضرت کسکنم داشتم کتاب ها رو مطالعه میکردم، ببینم که در گذشته آیا میشه یک مدینه فاضله ای که معرف آزادی مذهبی باشه پیدا بکنیم؟ به نظر من آزادی مذهبی رأس همه آزادی هاست. اگه آزادی های اقتصادی وجود داشته باشه، سیاسی وجود داشته باشه، اما آزادی مذهبی نباشه، نقض غرضه. یعنی امکان احساس آزادی در یک چنین مجموعه و در چنین جامعه ای در من غیر ممکنه. در آثار بلاد از یک سرزمینی یاد میشه که محل هم ازش دیدن کرده جغرافیدان عرب به نام بلده بهی، که به نظرم این سمبل مدینه فاضله برای کسانی است که به دنبال آزادی مذهبی میکرد. در این مملکت شما انواع و اقسام مذاهب رو میبینید، آدمایی که در کنار هم زندگی میکنن. کشور کوچک در ترکستان، یعنی در همین آسیای میانه، بکنید 1000 سال پیش چنین سرزمین وجود داشته، مسیحی در کنار یهودی، یهودی در کنار جب، در کنار مجوس، در کنار بتپرست و بی خدا، همه در کنار هم زندگی میکردن با هم و تاکید شده که همه از اغنیا بودن، همه وضع مالی خوب داشتن، از رفاه برخوردار بودن. میگشتم اینم آیا امروز روز هم توی این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم کشوری هست که این ویژگی ها این خصوصیت رو داشته باشه؟ یعنی آدم ها بتونن در کنار هم زندگی میکنن، مذهب مختلف هم داشته باشن، با هم درگیر نشن. اتفاقاتی که امروز داره در خاورمیانه میافته واقعا اسباب شرمساری است، یعنی برگشت به عقبه. بازگشت به دوره توحشه، همه دارن همدیگر رو میکشن. یک کشور کوچکیست به نام توبالو. توبالو مثل یک نقطه است در دل اقیانوس، یک نقطه در دل اقیانوس. حالا از امیر درخشان عزیز خواهش میکنم که حتما توبالو رو نشون بده. مجموع جزایر کوچیک کوچیک کوچیک. این سرزمین یکی از کشورهای این دنیاست، حکومت داره، نظام داره، پارلمان داره، انتخابات داره، مردم به اصطلاح زیر سایه دموکراسی دارن در کنار هم زندگی میکنن. کل جمعیتش حدود 10,000 نفر، 10,300-400 نفر. از این 10,300-400 نفر اکثریت با مسیحیان، رومن کاتولیک، پروتستان، بودایی، پیروان کنفوسیوس، چینی هست، نمیدونم مسلمان اندونزیایی هست، مالزیایی هست و 140 بهایی. اینا در کنار هم دارن زندگی میکنن. یه بررسی کردم ببینم آیا از زمانی که این جزیره مستقل شده، اینا جز کشورهای تابع بریتانیا بودن، جز مستعمرات بریتانیا استقلال پیدا کرد، امروز به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل با بسیاری از نهادهای بین المللی هم ارتباط دارن. مملکت ثروتمندی هم نیست، محصولاتش عبارت از نمیدونم نارگیل و ماهی و از این قبیل. این آدم ها در یه جزیره کوچک در دل اقیانوس در همسایگی هم زندگی میکنن. یکی پروتستان، یکی بوداییه، یکی بی خداست، یکی با خداست، یکی اندونزیه، یکی از چین اومده، یکی از استرالیا اومده و بومیانی که از دیرباز در اونجا زندگی میکرد. ندیدم در این 50 سال در این سرزمین کوچک درگیری مذهبی پدید اومده باشه. یعنی یکی ترجیح بده که حق بیشتری رو از مذهب طلب بکنه، حق بیشتری رو از مذهب طلب بکنه یا دیگران رو وادار بکنه که مذهب او رو بپذیرند. به نظر من آره، کشورهایی مثل توبالو، یک کشور دیگه هم هست به نام نارو، اون هم کشور کوچکیست، اون دیگه 9,000 نفر جمعیت داره، از توبالو جمعیتش کمتره، اون هم یک سرزمینه، هر سال انتخابات داره، یه پارلمان داره 15 کرسی، صدر اعظم داره که مردم انتخابش میکنن. در اونجا هم به همین ترتیبه، اونجا بهایی داره، نمیدونم مسلمون داره، مسیحی داره، انواع و اقسام آدمایی که از ملت‌های مختلف آمدن به اونجا مهاجرت کردن، اونجا موندگار شدن. شهر کوچکی بی دردسر و این مردمانش در کمال مسالمت با هم زندگی میکنن. چهارمی کشورم که چیه؟ مناکو دیگه. مناکو با 36,000 کشور از این دو کشور سره. سلطانشین مناکو در جنوب فرانسه، بارگاه قماره. میخوام بگم بنابراین میشه، همه چیز برمیگرده به این مناسبات مردم و اینکه مناسبات بر پایه یک چه اندیشه و چه تفکری باشه، بر پایه استبداد باشه. خب نتیجهش همین که امروز داریم در خاورمیانه میبینیم، آدم ها همدیگر رو تحمل نمیکنن. این گروه داعش حمله میکنه به شهر کوبانی و ما یا دست کم غربی ها تصور میکنن که به این علت داعش به کوبانی حمله میکنه که اهالی کوبانی مثلا شیعه هستن. نه خیر، اهالی کوبانی هم سنی هستن، یعنی سنی داره سنی رو میکشه. پس این جنگ قدرت، جنگ به خاطر مذهب نیست، به خاطر نیست که اهل به اصطلاح مذهب اهل سنت رو در اون مملکت جا بندازن. نه خیر، قدرت نمایی و بازی های استعماری. همه ما میدونیم که این وسط مثلا نقش ترکیه چیست، همه ما میدونیم، همه خبر داریم. بنابراین گاهی برخی از این گروه ها مذهب رو بهانه میکنن. برای چی؟ برای کسب قدرت. یعنی عملا مذهب تبدیل میشه به آلت قتال. تشکر میکنم همگنانم، تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر. سپاسگزار از اینکه ما رو تحمل کردید.